خوش آمدید. جناب عبدی نیا، ماجرای این سه نفتکش رو برای ما میگید؟ یکی در یونان توقیف شد به تلافی اون، دو نفتکش در آب‌های خلیج فارس، چه اطلاعاتی داریم از اونا؟ شب شما بخیر خانم کیانی و شب بینندگانمون بخیر باشه. خب مجموعه ماجرا اینطور بودش که یک نفتکشی با پرچم روسیه در آب‌های یونان توقیف شد و علتش هم این بود که نفتکش زمینگیر شده بود، مشکل فنی داشتش. بعد تلاش کردن که پرچم نفتکش رو تغییر بدن پرچم ایران، یعنی ایران اومد برگشت رو خرف کرد برای روسیه که نفتکش رو آزاد بکنه. وقتی که موفق شدن رجیستر نفتکش رو تغییر بدن، اون وقت یونان اعلام کرد که خب حالا باید محموله مورد آزمایش قرار بگیره. وقتی محموله مورد آزمایش قرار گرفت، معلوم شد بخشی از نفت متعلق به ایران هستش. اون وقت اون نفت رو تحت عنوان تحریم های آمریکا توقیف کرد و قرار شد که به آمریکا منتقل بشه. حتی نفت از نفتکش تخلیه شد و اعلام شد که به سمت آمریکا حرکت کرده. همزمان ایران هم اعلام کرد دو نفتکش یونانی رو در خلیج فارس توقیف کرده و این نفتکش ها رو به بندر عباس منتقل کردش. نفتکش ها یکیش نفتش قرار بود که به یونان منتقل بشه، یکیش هم مشتری نفتش در آمریکا بودش. اما در بحبوحه این مباحث و این اتفاقاتی که افتاد، یک بار یک ملاحظات امنیتی پیش آمد که پیگیری اخبار رو از طرف تمام روزنامه‌نگارها و شبکه‌های خبری متوقف کرد. حتی تانکر ترکرز، یکی از مهمترین وبسایت‌های پیگیری اخبار نفتکش‌ها، این رو اعلام کرد رسما که به دلایل مسائل امنیتی پوشش اخبار این نفتکش‌های یونانی توقیف شده رو متوقف میکنه، تا اینکه امروز به این خبر رسیدیم که آزاد شده و یونان یه همچین حکمی رو صادر کرده. درست میفهمید حساسیت مضاعفی بود اصلا روی این خبر. حالا مذاکرات چه فرایندی رو طی کرد برای رسیدن به چنین نتیجه و اساسا تا چه اندازه اصلا به خبرهای منتشر شده در این باره میشه اعتماد کرد؟ تا اونجایی که من اطلاع دارم، با توجه به این که کاپتان دو تا نفتکشی که توقیف شده بود قبرسی بودن، مذاکراتی در قبرس انجام شد. این مذاکرات با توجه به اطلاعاتی که من میتونم الان راجع بهش صحبت بکنم تا حدودی روی آنتن تلویزیون، این بود که سردارانی از سپاه برای مذاکره به قبرس اومدن و بین قبرس و یونان و شرکت‌های آمریکایی مذاکراتی انجام شد با ایران در قبرس که منجر به حالا تصمیماتی شده. اما این تصمیمات چه بوده دقیقا مشخص نیست. فعلا هم فقط ما میدونیم که نفتکش لانا که 2 میلیون بشک نفت رو میتونست حمل بکنه، با بخشی از محمولش آزاد میشه. این بخش آیا همه محموله است؟ آیا اون نفت ایران هم آزاد میشه یا نه؟ اون دو نفتکش یونانی چه بلایی سرشون اومده؟ آزاد شدن یا نشدن؟ هیچ چیز مشخص نیست. خیلی نمیشه به این اخبار اعتماد کرد، به ویژه اینکه رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی هم مانور جدی روش ندادند و سر و صدای زیادی روش نکرده. به نظر میاد یه جور ساخت و پاخت پشت پرده ای انجام شد. سپاسگزارم بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا همراه ما.